جوان ها اطفال خود را به مکاتب، به مدارس دینی میفرستند تا دانش و علم کسب بکنند. در منطقه ما فارم نبود و ما قصد امید داشتم که همین فارم جور کنیم که در منطقه ما فارم نیست. د ولس خبرونه قدر مولیدونکو په تیر خبرونه کې مو بیلا بیلې برخې ولیدلې. هیله ده چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. دا د اوس د دې خبرونې څلورمې برخې لیدونکي یاست. هیله ده چې راسره ووینئ او خوند ترې واخلئ. د لوګر هر ولسوالۍ ځانګړی جوړښت او طبیعي ښکلا لري. موږ چې کله د لوګر له ښاره راوتو، د نیم ساعت منزل څخه وروسته برکی برک ښکلې ولسوالۍ ته ورسېدو. دلته د خلکو له رواجونو او د پوهنې په اړه هم تاسو لیدونکو ته خپرونه چمتو کوو. برکی برک ولسوالۍ د لوګر ولایت یوه لرغونې او تاریخي ولسوالۍ ده چې ډیری خلک په کرنه او مالدارۍ په چارو کې بوختي. د معلوماتو له مخې دغه ولسوالۍ تر 1349 لمریز کاله د لوګر پل علم پورې اړونده سیمه وه. پراخوالی 209 کیلومتره مربع ښودل شوی دی. دغه ولسوالۍ په 5 حوزو ویشل شوې چې له برکی برک، برکی راجان، پاتخوا پیروغني، سلوزی او شامزاره څخه عبارت دي. د دغه ولسوالۍ لودیز لور ته د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ، شمال او ختیځ لور ته پل علم خار او سویل لور ته سرخ ولسوالۍ سره دیوالونه شریک دي. د تاریخي ځایونو له پلوه برکی برک د لوګر له پخوانۍ ولسوالۍ څخه ده. سجاون معبد تاریخي او لرغونی سیمه ده. د غازی نائب امان الله خان لوګری مزار او لرغونی کلا تر څنګ نور ډیر تاریخي ځایونه په دغه ولسوالۍ کې یادولی شو چې ډیر تاریخي ارزښت لري. د معلوماتو له مخې برکی برک له 193 لوی او کوچنیو کلو څخه جوړ شوی. لوی کلي دي لکه ششقلا، برکی راجان، سربلند، قلعه شاغاسی، پل غازی، سیدان، چلتن، قلعه گلی، ازبکخیل، سردارخیل، قلعه فقیر، الف خان او داسې نور د یادولو وړ دي. دا مهال موږ د دغې ولسوالۍ په یوه څنډه کې یو. احسان الله چې د دې سیمې یو تن ځوان او فرهنګي شخصیت دی، موږ سره په خپرونه کې ګډون کوي. نوموړی به د دې ولسوالۍ بېلابېلې سیمې موږ او تاسو ته راوپېژني. کلیوال صاحب محترم، خیلی خوش آمدین. شما و همکارانتان به ولسوالۍ برکی برک خوش آمدید گفته خیلی خوشحال شدیم که به ولسوالۍ ما تشریف آوردین. محمد احسان ناصری هستم، یک تن از باشندای ولسوالۍ برکی برک. فعلا در خدمت شما هستم. ورسوالی برکی برک، در مورد اگر براتون معلومات بدم، ورسوالی برکی برک یکی از ورسوالی های هفتگانه ولایت لوگر می باشد و یکی از بزرگترین ورسوالی ها می باشد که تقریبا مساحت از در حدود 329 کیلومتر می باشد. ورسوالی برکی برک از مرکز تقریبا 15 کیلومتر فاصله دارد از مرکز ولایت لوگر. در حدود 200 هزار نفر در اینجا باشنده دارد. بیشتر جوانانش مصروف تحصیل و تعلیم می باشد. یک ورسوالی تعلیم یافته و مردمش بسیار مردم مذهبی و سنتی می باشد. این ورسوالی با مساحتی که دارد به 5 حوزه تقسیم شده. حوزه برکی برک، برکی راجان، پادخواب روغنی، چلوزایی، شامزار، 5 حوزه می باشد. در اینجا شوراها وجود دارد. مردم مشکلات خود از طریق شوراها حل فصل می کنه و در اینجا مردم بیشتر زندگی و معیشت خود از امی آید و درآمد خود از طریق مالداری و زراعت به دست میاره. نهادهای معارف در اینجا فعال است، نهادهای سی در اینجا فعال است. مردم از جوانان و اطفال خود را به مکاتب، به مدارس دینی میفرستند تا دانش و علم کسب کنه و اینجا مردم به خاطر امرار معیشت خود مالداری ایجاد کرده، فارمای مالداری اینجا میباشد و همچنان مردم
بیشتر جوانای از علاقمند ورزش هستن، کوشش میکنن که اینمی فرهنگ ورزش بیشتر ترویج بده در منطقه تا مردم هم از لحاظ روحی هم از لحاظ صحی صحتمند باشن. و یک از ورسواله باستانی ثابتات تاریخی در شخصیت‌های بسیار برجسته در طول تاریخ داشته و مردمش بسیار یک مردم مجاهد و مسلمان می‌باشد. ورسواله برکی برک تقریبا در حدود 198 قریه خرد و بزرگ داره که در اینجا به طور نمونه ما می‌تونیم قلعه حاجی محمدشاه، یک قریه بسیار بزرگ است، قریه بابوکی، یک قریه است قلعه داوودشاه و قریه نایب در قسمت های از برکراجان، قریه سنگی و قریه قدیر، قریه دادو، قلعه قاضی و سایر قریه خرد بزرگ دیگه هم وجود داره که تقریبا تعدادش به 198 قریه خرد بزرگ میرسد. میریم نهادهای معارف از نزدیک میبینیم، با بزرگا صحبت میکنیم، در مورد رسم رواجاش صحبت میکنیم و او را میتونیم از نزدیک با باشنده های از اینجا صحبت بکنیم. قدرمن اولیدونکو دا محال منگ پا برکی برکی و دی سیمه ل بیلابیلو برخمو معلومات ترلاسه کرل. سه خدا چه دی سیمه ل دودونو هم خبر شو چه دلتا دا ودونو او پا ودونو که دوی کم دول زنگلی دودونو لری. هیلا دا چه خبرونه و گوری او خانتری واخلی. کلوال سب دا ورسوالی برکی برک دا مورد ازدواج و آرسی یک از رواجای بسیار جالب و عام پسند و چیزی که بسیار جالب است است که شاه وقتی در پشت دروازه آروس میره یک شربت خانه آروس مثلا آماده میکنه، او را سه بار در قاشق به دهن خود بلند میکنه، بعد پشت سر میندازه و مردم را میره سرش هجوم میبره، میگیره او را به نیت یزی که هر کس او را بگیره یعنی زودتر آروسی میکنه. و او قاشق ارزشش خیلی پایین مثلا 10-15-20 رپه ها بود و دی مراسم از هر کس تلاش میکنه که نمی افتخاره برای خود کسب بکنه. و یک عرف بسیار جالب در بین مردم برکه برک وجود داره. میریم امی جزئیات امی عرف از جناب استاد که یک از باشنده های برکه برک است پرسان میکنیم، ببینیم در مورد چی گفتنی داره. السلام علیکم استاد محترم. خوب هستین؟ خوب هستین. چیال هست؟ خوب هستین. سهتون خوب است؟ بخیر هستین. قراری است جور خستین؟ این هم باشه خوب یک هفته و خوب پیدا کردی. خوب شوالا امتیانا خلاص شده نمیجا آمدیم به نباغ. خوب. شیشتیم یک مطالعه کنیم کنیم باشه عوام خوب است امروز افتاویست. بسیار کار نیک انجام میده. زنده باشین. سلامت باشین. خیر خیر گپ نیست. نه راحت باش. همین شما کلیوال صاحب از تلویزیون شمشاد از بخش فرهنگی شما آمده بود. دیگه از ما تقاضای همکاری کرده بود آمدیم گفتیم باش پیش خودتان. استاد امید یک از استادای ورزه لیسه قاضی امین الله است، امتحانا را خلاص کرده آمده مصروف مطالعه آزاد است در هفته زمستانی 6 ده دیگه. خواستیم از شما در مورد عرف و عنانات و رواجایی که در برکی برک وجود داره طلب معلومات شدیم، گفتیم یک سلسله معلومات اگه بر ما بدین خیلی خوب باشه. خیر بوده که اومدین تا اینجا زحمت کشیدین. درباره رسم رواجی که در مردم منطقه ولایت لوگر ولسوالی برکی برک خیلی رواج است. ولسوالی برکی برک یک ولسوالی است که نزدیک به شهر یا مرکز است. خو از نگاه عرف و رواج عروسی خیلی گزاف است. بچا اکثرش نمیتونه اینجا مثلا زن بگیره، اکثرش مسافر خارج میشه. اکثر کسایی که نامزاد بود به نام زمستانی یاد میشه. این هم یک مصرف زیاد است که از او از جمله از دیگ گرفته تا لباس زمستانی و تمام چیزا رو خریداری میکنن و بیچاره خیلی به زحمت میفتن که اکثرش باید مشکلی که ما میگیم در نظر گرفته شوه یا حل شوه اینمی است که در لوگر یک کس پیشش نمیگرده و هیچ متوجهش نیستن، خصوصا در ولسوالی برکی برک. یکی از مصرفی است که اکثر کمر شکن است و برای جوانان خصوصا برای عالی فعلا ما فرهنگ ما شما که خیلی مردم علاقه زیر داره در خانه خسر که رسیدن خسر امو کسی که از دمونجا یک شربت مخصوص برشان جور میکنه او شربت دم در میگیرن وقتی که دم درش گرفت شاه پیش از کل روان است و مردم هم از پشت سرش حرکت داره. وقتی که شاه در نزدیک خانه خسر خو میرسه امو یک قاشق امو نفره که دمونجا مخصوص تعیین شده گرفته او قاشق مردم به خاطر شاگوم اکثرش میگیره
قاشق بالا میندازن و هر کس کوره گرفت میگه که زود زایب صاحب زن میشه. دا چې لوګر یو زراعتي ولایت دی نو مالداري هم د خلکو د ژوند مهمه برخه ده او له ډېر پخوا راهیسې دود ده. خلک د غواګانو، پسونو او وزو په روزلو سره له شیدو، مستو خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره او تر څنګ کابل او شاوخوا ولایتونو ته هم لیږي چې د ډېرو بېوسو کورنیو له روزګار سره مرسته کوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د غواګانو روزلو فارمونه هم په دې ولایت کې دود شوي دي. سب دیدامی سفرهای خود آمدیم در قلعه حاجی محمد شاه، یکی از مناطقی که مربوط ارسوالی بریکی برک میشه. در اینجا یکی از باشنده های اینجا به اسم محمد جاوید یک فارم بسیار بزرگی را ایجاد کرده. فارم مالداری است و که از ارزش اقتصادی بسیار بزرگی برخوردار است، هم برای مردم منطقه و هم یک عاید بسیار کلان را برای خود ازی در پی داره و ما میخواهیم که امی فارم از نزدیک به امرای مسئولش صحبت بکنیم و بریم امرایش صحبت بکنیم که چقدر از به چی تعداد مال داره اینجا، چه وقت ایجاد کرده و در ارزش اقتصادی چقدر عاید برازی داره. سلام علیکم. سلام علیکم استاد، خوب هستین؟ صدوان خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قراری هستین؟ رگل هستین؟ خیراتی هستین؟ انشاءالله سلامت باشید. میربانی یکم پیشتر بریم. کلیوال صاحب، قسمی که قبل یادآوری کردیم برای شما، گفتیم که برم داخل فارم، فارم ببینیم. جای جان مسئول فارم است و میبینین اینجا که مالم بسیار زیاد است ماشاءالله و چه خوب است که از خودشان بپرسیم در مورد از فارم و مالداری بر ما معلومات بده. و این کلیوال صاحب یا میمان ما از کابل آمدن، میخوان که از شما بشنوم و خود معرفی هم بکنین و بگوین که چقدر مال دارین در اینجا، چقدر عاید برای شما داره و چه کار را شما اینجا انجام میدین. اسم احمد جاوید است، ولد شهسوار، باشنده زقوم خیل، از قلعه حاجی محمد شاه بابا میباشم. از دو تا نگاو من دو تا گساله داشتم، امروز شروع کردم کم 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 حالی به 70 دانه مال دارم انشاءالله. دیگه این که از غنجیاش است، مالایی که پارساله و پیرساله است، این یا پارساله است و فارم دیگه خود داخل است. اینه می دانه و سوزش رو میگیریم، سوزش از غزنی میاریم، اینه می زحمتاش رو میکشیم دیگه، توکل به الله. ما حساب که نسل داریم، یک نسل وطنیست از وطن خود ماست، یک نسلش هم ایرانی است، یک نسلش هم فرانسوی است و یک نسل دیگر هم میگن که امریکایی است. خب دیگه دقیق حسابش نیست، خب ما داریم همین سه نسل فعلا. روزمره 400 کیلو فعلا شیر داریم. خب وضع اقتصادی ما ضعیف است، مالا خوب نگاه نمیشه، از حساب کنجاره باب و دانه و چیزا بقدر پیش ما چیز نیست که ما یارا خوب نگاه کنیم، سطر نگاه کنیم که با او چیزی که شیر بده او شیر نمیده برای ما. حالی ایره باز ما دو وقت مودو شمش، صبح و شب. باز اونایی که نو چیز میشه، نو گوش گسالش میاد به دنیا، او را باز ما سه وقت مودو شم تا دو ماره. بعد از دو وقتش مودو شم. این شیر هم شب و صبح، صبح وقتش کابل ریم میکنیم همونجا و مردم میگیره و برشی فروشاش میده. خود منطقه ما فارم نبود و ما قصد امید داشتم که همین فارم جور کنیم که در منطقه ما فارم نیست و مردم منطقه ما هم از یک چیزی بهره ببره، هم از سرگین و هم از چیزاش. ما خود اینجا مردم دیات است، مردم دیات کلش سرگین و علاو میکنن به خاطر تندور و نان پختن و چیزا. دیگه باز گفتم که کشور ما و همین ولایت ما کمی پیشرفت کنه. این لمبرهایی که گوشایش که میبینین شما، این به خاطر از ایست که از پیش ما در میازیری لمبراش سفت است که گروت نشه کدامش القا شده، کدام با کدام تاریخ القا شده، اونا رو باز ما در آزیریش میگیریم که این گاو با این لمبر القا شده، این گاو با این لمبر دخته شده،
اینی که بایی لمبر دختر نشده این از پیش ما گروهر نمیشه بایی خاطر لمبر گفته این از این ارزشش ملت ما شما برخوردار است بخاطر چی شیرش هم مخورن او گساله نرم در قصابی مرا اگه یا نباشه یک وقتی که ما شما از این مال داری نکنیم گساله نرم به وجود نمیه مجبور گوشت از مردم برو کنیم از دولت های دیگه بیاریم این ما شما اینمی چیزی ما شماست آماد ما شما مزیست به دولت هم فایده است به ملت هم فایده است به مردم ما شما فایده است به خود ما فایده است ما اول که دو تا گاو داشتیم او رو کلش به دست میدختیم تکلیف هم بودیم وضعیت ما خراب بود باز چهار تا شو پنج تا شو پنج تا کشو باز رفتیم ماشین گودوشی برش گرفتیم ماشین برق برش گرفتیم خیلی مصارفات سری ما خو انشاءالله کامیاب شدیم تا ایسیره با ماشین ما داشتیم دوارا میکنم برکی برکی هم د لوګر د نور زینو ولسوالیو پسې د پوهنه په برخه کې مخکخ دی په برکی برکی د نجونو او هلکانو لپاره خونځي رغول شوې دي چې ډیری ځوانان او تنکی ځوانان په زده کړو بوخت دي کلوال صاحب خوشبختانه ما بخشای دیگه یه بزرگ سوالی برکی برکی رفتیم دیدیم با مردم صحبت بکردیم از زیبایی های ورسوالی برکی برک آشنا شدیم فعلا آمدیم در اینجا در لیسه عالی غازی امین الله یکی از بزرگترین لیسایی که در ورسوالی برکی برک وجود داره خوشبختانه پرسنلش هم شاگردایش هم خیلی زیاد است امروز آخری های امتحان از بچه هم است آمدیم اینجا تا در مورد مراکز علمی که نهادهای علمی که در ورسوالی برکی برک وجود داره ما میخواییم در مورد از این معلومات پیدا بکنیم آمدیم خوشبختانه استاد گرامی را در کنار خود داریم امروش صحبت میکنیم سلام علیکم استاد محترم خوب هستین ستون خوب است بخیر هستین خیرتش انشاءالله زنده باشین استاد محترم کلوال صاحب میمانای ما از کابل آمده تلویزیون شمشاد رفتیم جای دیگه هم در مورد فرهنگ و عرف و عنعنات ورسوالی برکی برک امرایشان امرای مردم دیدن کردیم حالا آمدیم در مورد معارف از شما میشنویم که در ورسوالی برکی برک به چه تعداد نهادهای تحصیلی و تعلیمی وجود داره در مورد از اگر شما بر ما معلومات بدین اسم من میرشاولی هست سرمعلم لیسه ذکور قاسم الله مدت 25 سال شدیم بایست سرمعلم وفای وظیفه میکنم در ورسوالی برکی برک به تعداد 53 باب مکاتب علمی مدارس دینی وجود دارد که از او جمله 13 باب لیسه داریم 11 باب متوسطه داریم 20 باب مکاتب ابتدایی داریم و 8 باب مدارس دینی فعال داریم فعلا و تقریبا در حدود 32,000 شاگرد ولسوالی تحت تعلیم قرار دارد که هم از طبقه ذکور است و هم از طبقه اوناس البته طبقه اوناس تا صنف ششم فعال می باشد وضعیت معارف فعلا در اینجا بیخی خوب است تمام مکاتبش فعال است شاگرده همیشه با مکاتب حاضر می شند با مدارس حاضر می شند تقریبا از نگاه کمیت و کیفیت هر بسیار عالی است لوګر ډیر تاریخي ځایونه لري خو په دې خبرونه کې مو د نائب امین الله خان تاریخي کلا راغسیده چې د لرغونتوب له پلوه ارزښتمنه ده د دغه تاریخي کلا او د نائب امین الله خان د شخصیت په اړه معلومات مو چمتو کړی دي دیمان نوم بشیر احمد طیب خیر اولاده یا مسید غازی نائب امین الله خان یامد در کلا غازی نائب امین الله خان دی نائب امین الله خان
دو سوا کالا که تخمیناً دو سوا لس کالا کیگی چه مرتبه دی نو ده کلای پاتی دی یا کلای بلم دی ده خواه یو قهرمان ملی دی افغانستان رو زکر دی انگلیسان رو پا وقت جنگونه کوا و اولادون تخمیناً اشپک اولاد پاتی دی پاتس رو چه در اولاد بل بل سوی دی نو خوش نام خدای تر زر نفر زیادتر کم زیاد سوی دی و طول چک خارج کردی سوک پا کابل کردی سوک چیر دوی سوک دلت دی لکم موگا خونده یا لوری بود چه وزیر محمد اکبر خان دی امیر دوست محمد خان لوری خزای کرد و دادی موگا مشران چه چکل دی دادی علماء سر چه دیر امینه دلو دا خواه مخواه علوم دینی و سر دیر خیوه خو مرک خو پا مرک خو دادی قصه و دادی موگا اسمی گیره وگلا چه دیتا چل و فریب ورسا جور کلی و مرسی بیدی بیا جنازه پا فیل پسپر کلی ورسا ده زیر اولا توپون و دشان رو بیا دلتا خواه خسا دلتا اتاق ده جلسات ده مشران و پاکستانیان و ایچ بیتک خو مگه وای میمان خانه ده میمان خانه و چه ده مشران پرت راتله و دلتا خپل جلسه کول ده خپل کولونه مختبی های میلن پنزه شپک برجه دی و پنزه شپک برجه از هر جای سورایی لدی اقا وقتون جنگونه و خام خواد دخمانی و بعد شایان و در غذایی نده پیرداران و یا هر شای و خواد نشر سرای و خام خواد خلق و سرای و تخمیدن در بر مگوی دو متر دی سر پاره خام خواد دیر نفر دلت کار کلوی اما وقت نفر دیر و مشران تاسه چه پس گرزه چه در نوم یادوه در دیتان یو جهان سپاد خیر و سه تاسه چه موگه یو چه در پوشه چه در ساله سر اقام کار کردی و سه برنامه لری در خود تاسه ادب در چه در خبل وطن و دو سر مینه لری چه در مشران یادمونه کرد لیدلمو مننه.